اکرام عرفان بودن، من با اجازه 520 سال پیش میخوام برگردم، بهش میگن قزلباش‌های صفوی، یعنی یک چکمه پوش‌هایی که تحت امر خلیفه‌ان و هیچ توجهی به مصالح و منافع ملی کشور ندارن. الان تقریبا این تشابه تاریخی رو میشه داشت که اینا نقش قزلباش رو بازی میکنن، یعنی براشون هیچ منافع و مصالحی نداره. از دید رئالیستی یا واقع‌گرایانه در روابط بین الملل به قضیه نگاه بکنیم، در واقع اینها چیزی رو برای عرصه در ساختار بین الملل ندارن. از دید ساختارگرایانه هم اگه بهش نگاه بکنیم، در واقع چون مؤسسات و نهادها و اندیشکده‌هایی در ایران نیستن که غالب باشن برای شکل دادن اندیشه، در نتیجه با یک برهوت اندیشه یا فقر اندیشه ما روبرو هستیم در ساختار جمهوری اسلامی ولایت فقیه. شما در نظر بگیرید، نظر تاریخی بازم، مثلا به چند سال پیش برگردیم، به 8 سال پیش، 9 سال پیش، مثلا کسی مثل جلیلی وقتی وارد یک مراسمی میشد یا جلسه میشد، روزه مذهبی میخوند، هیچ ربطی به عرف دیپلماتیک نداشت. یا وقتی که شخص قبلیش یا مثلا افراد دیگه‌ای که وارد به اصطلاح گفتگو با اروپا و امریکا میشدن، بیشتر در واقع از یه دید ایدئولوژیک منحط و بیات شده و آمیخته به ایدئولوژی خمینیسم وارد قضیه میشدن، یعنی همون چی که در واقع میشه گفت اجازه از بهتر رهبری داشتن رو میگفتن. پس نمیشه از دید واقع‌گرایانه و از دید ساختارگرایانه ما چیز مدرنی رو در داخل ایدئولوژی جمهوری اسلامی پیدا بکنیم. این نکته اول هست که میخوام بهش اشاره بکنم. و نکته دوم اینه که یک سری حرفای تند و تیز، در واقع همونطور که آقای صوفی عامر فرمودن، مبارز طلبیدن در عرصه، یعنی در واقع بیان بگن من آن رستم دستانم یا من آن طاووس علین شده، و در واقع یک نوع قلدر معابی صرفا به خاطر افکار عمومی داخل کشور، ولی در عالم واقعیت در عرصه بین الملل سرگردان و ویلان، خاطر اینکه چیزی رو برای عرصه واقعا وجود خارجی نداره. و حضور چکمه پوش در این ساختار در واقع صرفا از دید خودشون نشانه اقتدار هست، ولی از دید خارجی، در واقع خارجی منظورم خارج از ایران هست، شبه خونتا هست، یعنی مثلا شبه نظامیان هست که حضور دارن و اینها فعلا در مدار روسیه و چین حرکت میکنن، صرفا به خاطر دشمنی با امریکا. از اون طرف هم با همکاری کره شمالی، ونزوئلا، کوبا دلخوشن و یک جوری رو به مردم عرضه میکنن که قبله رو به مسکو هست و در واقع ولایت فقیه شیعه و کمونیسم در روی یه سکه میشن از این دید حضرات. و بنابراین من تصور نمی‌کنم چیزی رو برای عرصه داشته باشن، چه از دید واقع‌گرایانه چه از دید ساختارگرایانه، و همون راه خودشون رو ادامه میدن که ترویج تروریسم هست، همکاری با شبکه فراملیتی تروریسم هست و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه. این نگاه من هست که من تصور می‌کنم اگر از این دو رویکرد روابط بین الملل بهش نگاه بکنیم، واقعا چیزی برای عرصه نداره. ممنونم، سپاسگزارم. آقای قانیفرد، بیایم از مرزهای شرقی بریم به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس. در اجلاس منطقه‌ای که در عراق برگزار شد، آشتی بین ایران و عربستان مطرح شد. چقدر این فرضیه میتونه قوی و قابل دسترس باشه، ممکن باشه؟ قبل از فروپاشی شوروی بین سال 1989 تا سال 1991 یک اتفاق افتاده در منطقه و اون هم زمستان بی‌بهار 57 است. از اون موقع جنگ سرد بین ایران و عراق، عربستان در واقع شکل گرفته، به خاطر اینکه اون خودش رو خادم حرمین شریفین مینامه، یک کسی هم در ایران پیدا شده در واقع به خودش میگه ولی فقیه و ولی امر مسلمین جهان. این از اینجا داستان شروع شد. و بعد خاورمیانه فعلی که داریم میبینیم که از هم گسیخته و از هم گسسته داره میشه از نظر امنیتی، حاصل همین جنگ سرد هست. جنگ سرد بین ایران و عربستان در یمن، در سوریه، در عراق، در و بسیاری جاهای دیگر، حتی در لبنان، و الان هم در واقع به شمال افریقا کشیده خواهد شد، مثلا به جاهای مثل لیبی که برخی مراکز حضور دارند. و در شبکه تروریسم شما دقت بفرمایید، در جایی مثل یمن القاعده و داعش با هم هیچ مشکلی ندارن، در حالی که در کنار حوثی ها دارن فعالیت میکنن. این روابط ارگانیک و غیر مستقیم، گاهن مستقیم، ما بین گروه‌های تروریستی چیز شگفت‌انگیزی که در خاورمیانه هست. ایران زیر چتر یا اسم یا برچسب مقاومت اسلامی، ولی در داخل پرانتز تروریسم اسلامی،
در واقع این جنگ سرد رو ادامه خواهد داد به خاطر منافع خودش. اما چیزی رو در نظر بگیریم که از این طرف در حوزه خلیج فارس هم یک بازی مرسوم هست که این بازی رو کسی نمیتونه برهم بزنه و این بازی از دوران جنگ سرد در واقع شکل گرفته و الان گرچه ایران به نیمه طلاق سیاسی قطر از شبکه خلیج فارس در واقع شورای همکاری خلیج فارس کمک کرد و در واقع قطر و ترکیه و ایران همسو با هم حرکت میکنن در حمایت از برخی گروه ها مثل اخوان المسلمین، مثل طالبان و غیره، ولی در اینجا مثلا کویت همیشه نقش بیطرف رو بازی میکنه، عمان رابطه امنیتی با جمهوری اسلامی داره، بحرین حراس داره از اینکه مبادا مسئله فرقه و تحریک فرقه در واقع در اونجا رخ بده، از طرف دیگه عربستان و امارات به خاطر مسائل مالی که ایرانی ها در اونجا سرمایه گذاری میکنن، سفر حج و غیره و ذالک، در واقع نمیخوان اون ثروت رو از دست بدن. عربستان سعودی هم بیشتر در پی در واقع حفظ ساختار قدرت و ثروت خودش هست و چون میدونه در دوران بایدن در واقع فعلا امریکا انگوش گذاشته سر مسئله عدم دخالت جدی در خاورمیانه و در واقع پیامد خاصی هم اگر ایران کاری رو انجام بده نداره، بنابراین اینها اومدن به اسرائیل نزدیک شدن از اینکه محفوظ بمونن از شر جمهوری اسلامی و سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی. از طرف دیگه هم یک نکته خیلی حائز اهمیت هست و اونم اینه که حرکات ایذایی از هر دو طرف در این بازی هست. مثلا برخی ها بیان گروهی از کردها رو تحریک بکنن، گروهی از بلوچا رو تحریک بکنن، گروهی از عربا رو تحریک بکنن، این جزی از بازی است. ولی به صورت جدی ایران هم نمیخواد وارد این بازی بشه چون میدونه در هر حال این مسئله باعث میشه که امنیت خلیج فارس بیشتر به آشوب کشیده بشه. ایران در شرایط فعلی در انزوای بین المللی هست و بنابراین دوست نداره که بیشتر از این هیزم رو به آتش بندازه و من تصور میکنم این توازن رو در این نرم فعلا حفظ خواهند کرد، ولی خب اون قلدر معابی رسانه‌ای ادامه خواهد داشت، ولی در عالم عمل من تصور نمی‌کنم که بتونه. بله ممنونم آقای